سلام و درود خدمت شما عزیزان خیلی وقت بود اینطور ویدیو نگرفته بودم همینطور که قول داده بودم یه سری از سوالات شما که حالا واجب تر هم بود رو ما تصمیم گرفتیم به صورت های قرار بدیم توی پیج تا شما ببینید چون استوری ها پاک میشه باز پست بهتره اینجا من یادداشت کردم یکی از چیزهایی که خیلی بچه ها روش تاکید دارن و استرس دارن مخصوصا بچه‌هایی که تو کاهش وزن هستن وزنشون زیاده میخوان وزن رو کم کنن و نگرانن میگن ما الان داریم وزن کم میکنیم آیا همزمان ازوله هم میسازیم یا نه بچه ببینید سرعت کاهش یا افزایش چربی توی بدن خیلی بالاست مخصوصا اونایی که مستعد چرب شدن هستن در نتیجه شما اصلا نمیتونید اینا رو با هم مقایسه کنید یعنی اینکه همونطور که وزن داری کم میکنی انتظار داشته باشی که ازوله هم ساخته بشه و وقتی جلوی آینه وای میسی و خودت رو نگاه میکنی همینطور که خوب لاغر شدی همونطور هم ازوله ساخته باشی نه چه افراد چاق چه افراد لاغر در هر دو صورت ساخت ازوله توی بدن به شدت زمان بره فرقش این افرادی که چاقتر هستن کالوریشون محدودتره کارشون سختره اونایی که لاغرندام هستن کالوریشون بازه انرژی بیشتری دارن کارشون راحت تره اما در هر, در هر دو حالت ازوله داره ساخته میشه ولی مدت زمانش طولانیه تایمش طولانیه به همین خاطر شما نمیبینید تو آینه مثلا باید عکس الانتون رو با 6 ماه بعد مقایسه کنید نه یک ماه بعد تو حالت نچرال این یک پس در هر دو حالت ازوله همزمان ساخته میشه اصلا نگران نباشید دومی در رابطه با زمان بعد های غذایی دارم بچه هایی که مثلا میگن ما صبح, صبح, دیر از خواب بلند بشیم مثلا میان وعده و صبحانه یا میان وعده و نهار همه یکی کنیم نه یکی از بچه ها سوال خوبی پرسید گفت چه کار کنیم که جذب غذا تو بدنمون بهتر بشه خب جذب غذا هم قطعا به گوارش شما بستگی داره و اون هم به ژنتیک مربوط میشه اما بهترین حالت اصول اینه که شما تو وعده های مختلف هر دو تا سه ساعت یک وعده غذای مفید مفید یعنی پروتئین، کربوهیدرات، فیبر، چربی، حالا ویتامین تو اون وعده باشه اینو میگن مفید اینکه شما یه دونه سیب زمینی توی یک وعده بخورید این مفید نیست کربوهیدراته و یه چیز دیگه اینکه حتما کربوهیدراتاتون به صورت ترکیبی با پروتئین باشه یعنی اینکه حالا 50 گرم مثلا سینه مرغ در کنار سیب زمینیتون باشه و کربوهیدرات به تنهایی مصرف نشه سیستم های تمرینی برای مبتدی ها بارها شده من حالا برنامه هایی که می میتونیم دراب ست بزنیم ماموت ست چیه نمیدونم سوپر بچه ها ببینید بدن شما که مبتدی هستید با گذشت زمان قرار ساخته بشه و تغذیه و تمرین و استراحت اینکه من بیام یهو مثلا یه تمرین خیلی سنگین به شما بدم تو یک ماه شما از این رو به اون رو بشید اصلا همچین چیزی نداریم پس چه اتفاقی میفته شما باید اینو تو ذهنتون داشته باشید که هر روز سر ساعت غذاتون رو بخورید سر ساعت تمرین اصولی رو داشته باشید و زمان بدید به بدنتون یعنی دو سال سه سال پنج سال ده سال 20 سال هرکس متفاوت ژنتیکش و این رو مربی تنها کاری که میکنه برنامه ریزی درست یعنی درست غذا خوردن درست تمرین کردن لایف استایل درست رو به شما یاد میده دیگه رعایت کردنش با خودتونه آها بعض بچه هایی که میگن فکر کنم 90 درصد در بچه های خودم این سوال از خودم میپرسن ما این همه شکم پهلو داریم چرا تو برنامه هامون شکم پهلو به ما نمیدی بچه ها چربی با رژیم اصلا کسی که تمرینم نمیکنه اصلا هیچ تمرینی نداره ولی رژیم بگیره کالریش رو محدود کنه وزنش میاد پایین اصلا هیچ ورزشی نکنه یعنی لاغر میشه پس چرا ورزش میکنیم عضله بسازیم بدن خوش فرمی داشته باشیم در واقع تمرینات بی هوازی یا مقاومتی برای ساخت عضله است اون هوازی و اون رژیمی که میگیرید چربی ها رو آب میکنه اینا رو با هم اشتباه نگیرید تمرین برای ساخت ازول است. شما شکم که کار میکنی پهلو که کار میکنی داری اون ازولات رو تقویت میکنی داری اون ازولات رو شکل میدی ارتباطی به چربی سوزی نداره اون رژیمی که رعایت میکنی چربیات رو آب میکنه تمرین کول cool تو برنامه یکی از معضل هایی که من باش رو به رو هستم این که تمام بچه رو تو برنامه های ما بچه کول cool چیه شما حرکتی که اینجوری میکنید و همه رو اونو میگید شما همتون کول cool. ازاله زوزنقه تو خیلی از حرکات درگیر میشه و رشد رو داره شمایی که هنوز اول کار هستی هنوز هیچ کدوم از ازالات عرض شونهات کمه فکر کن یه کول اینجوری هم در بیاد خیلی بیریخت و بد شکل میشه بدنتون پس انقدر تاکید نکنید رو کول وقتی شما کل سابقه تمرینتون یک ماهه مصرف مکمل چیزی که من همیشه با بچه هم دقدقه دارم سقف هزینهتون یک میلیون تومن در ماه تو شرایط الان با اون یک تومن من یه برنامه خیلی معمولی میتونم براتون تنظیم کنم شما میگید مکمل چی بخوریم حالا باز بپرسید خوبه بعضی رفتن میرن میخرن خودشون باید میگن چه جوری بخوریم حالا چیا میخرن مثلا مکمل از اسم نمیبرم مکمل های غیر ضروری که به دردتون نمیخوره میرید میخرید بچه ها مکمل کی میتونه مصرف کنه؟ مکمل کسی مصرف میکنه که رژیم و تغذیهش فول باشه کامل باشه تو شرایط الان من یه رژیم خوشگل و هرفهی حتی برای یه دونه آماتور بنویسم 4-5 میلیون در میاد پس وقتی شما نمیتونی 4 5 میلیون برای غذا هزینه کنی پولتو به مکمل نده چون کاری برات نمیکنه چون تغذیت ضعیف تغذیت اشتباه اشتباه داری غذا میخوری دلیل استاپ یا همون میگی چرا رشد نمیکنم چرا پیشرفت نمیکنم در واقع همین کار اشتباه رژیم های اشتباهتون وقتتون رو دارید هدر میدید با طرز فکرهای اشتباه و در و مرحله آخر بچه ها در مورد استروید که خیلی ها از من میپرسن چون من دیگه استروید نمیدم میگن چرا نمیدی این حرفه حالا ببینید بچه ها بحث استروید به شدت مفصل مصرف استروید 100 درصد به ژنتیک شما مربوط میشه حتی اگر شما ژنتیک خوبی هم داشته باشی باز باید سالها استروئید مصرف کنی تا به اون حالا نقطه‌ای که میخوای به اون هدفی که میخوای برسی خب این تا اینجای کار حالا کسی که ژنتیک خوبی نداره یا یا ژنتیک خوبی نداره یا از لحاظ مالی ضعیفه چه اتفاقی میفته شما میای کلی پول به سختی جمع کردی یه دوره میری پول تموم میشه حتی یه پاکسازی هم نمیتونی انجام بدی پاکس... الان من کارایی که انجام میدم فقط برای پاکسازیتون چند میلیون هزینهتون میشه اگه بخواد اصولی باشه بچه ها نمیتونن این کار رو انجام بدن و فقط طرز فکرشون اینه که ما رشد نمیکنیم میخوایم دارو بزنیم میگن خب چرا رشد نمیکنیم اول باید دلیلش مشخص شد میشینیم بالا پایین میکنیم میبینیم خب این شخص کارش به شدت سنگینه رژیمش یه رژیم کاملا معمولی به خاطر اون هزینه پایینش خب اصلا نباید شما پیشرفت یعنی که پیشرفت نمیکنی خب اینجوری دارو هم بزنی یه دارو میزنی یکم آب و نمک و سدیم زیر پوست جمع میشه دوره که قطع کردی تخلیه میشه اون نیمه عمر دارو تو بدن تموم میشه برمیگردی به حالت اول و حتی بدتر از حالت اول چرا چون ببین شما یه سری هورمون ها رو تحت تاثیر قرار قدرت رو تحت تاثیر قرار دادی و ترشح هورمون ها رو دچار اختلال کردی مخصوصا بچههایی که اون حالا ببینید خیلی از دو دوره های کوچولو و ضعیف نیاز به پاکسازی نداره چرا چون بدن خودش بالانس میشه و بر میگردونه خودش رو اوکی میکنه اما بعضی از داروها واقعا نیاز به اون پاکسازی ها هست هست که اونا رو آزمایش نشون میده بچه ها آزمایش نمیدن هیچیشون رو اصول نیست آزمایش می میگن آزمایش ها گرونه نمیتونیم انجام بدیم دارو می نویسم نصفش میگیرن نصفش میگن نداریم این اصلا این دلیل این بود که من کلا دارو رو کنسل کردم چرا چون احساس مسئولیت میکنم شمایی که میخوای دارو مصرف کنی منی که بعد برای دارو تجویز کنم صفر تا صد کار باید پشتت باشم دیگه اگر اتفاقی افتاد اگر داستانی به وجود اومد باید من سریع ساپورت کنم ولی وقتی میبینم که شرایط اوکی نیست اتفاقات عجیب غریب میفته بچه ها اصلا اعتماد ندارن و گوش نمیدن به حرف مجبور میشیم کلا کنسل کنیم پس بچه دارو واسه کسیه که هم ژنتیک خیلی خوبی داشته باشه هم از لحاظ مالی و استراحت تأمین باشه اگر بخواد نتیجه بگیره چون در غیر این صورت نتیجه خاصی نخواهد گرفت باز اگر سوالی چیزی هست زیر این پست که من تو این ویدیو نگفتم زیر این پست کامنت کنید من تا جایی که تایم هم اجازه بده در خدمتون هستم موفق باشید روز خوش